امتحان وزارت خارجه زیاد نمی آمدن شرکت کنند چون می دونستن سخت و مثلا 15 نفر می خواست استخدام بکنه فوقش 1500 نفر نام نویسی می کرد. پدرم به من گفتش که تو این با مزه است، این خودش یه خاطر است، به من اطمینان داد که تو قبول میشی. گفتم چرا؟ گفتش وقتی که ما امتحان دادیم برای وزارت خارجه من بودم و اردلان و با انتظام و اونها هم نگران بودن قبول بشیم قبول نشیم، من 7 قدم رو به قبله برداشتم، گفتم این 7 قدم میرم به رو به قبله قسم میخورم که ما قبول بشیم و به همون دلیل برای تو هم من قسم میخورم که تو قبول میشی. بعد یه فکری کرد و گفت یه وقت به خودت قره نشی، فکر بکنی تو خصوصیتی داری که حتما قبول بشی، ولی رو حماقت دیگران خیلی حساب کن. اولش امتحان نام نویسی کردم، امتحان دادم، قبول شدم، رفتم. وقتی که رفتم دوباره این وسط جواب همه رو دادن، جواب من نیامد و بعد من فهمیدم جواب بعدها اون ماموری که متصدی گفت چرا جوابت آمده بود، من گفتم نه آمده، برو هر کاری میتونی بکن، ولی برای اینکه نمیخواستم بگی جواب منفی آمده میفهمیدم من گفتم، ولی جواب منفی آمده بود برات و جواب منفی هم بی خودی گفته بودن، برای اینکه من سال اول دانشکده با در کادر جبهه ملی فعالیتی میکردم، آخر سر ما رو بردن یک رأی بدیم. روز قبلش در لاله‌زار من دستگیر شده بودم با یکی از دوستام، یه افسری مچ ما رو در حال اعلامیه پخش کردن گرفت، ولی همون کار گذشته و رفته همینجوری موند وزارت خارجه هم جلو منو گرفتن که این برای اولین بار پدرم وارد قضیه کردم و او با چیزی آشنایی داشت، با فردوست، و او هم سفارشی کرده بود و ما رفتیم اونجا بالاخره، ولی اونها هم به سادگی نشد، از این تعهد وفاداری به رژیم شاهنشاهی و از این حرفا از ما گرفتم و گفتم گروه پدرش کرد درشون نوشته بود دادیم و مسئله به این صورت آغازش به راحتی حل شد، یعنی نمیدونم اگه پدرم نبود چه جوری میشد خدا میدونه. و بعدها همون اعلام وفاداری ابزاری شد برای پاکسازی که میکردن و این بار رو واقعا شانس آوردن. زندگی دیپلماتیک من وقتی رفتم سر کار در یه مراحل عجیبی قرار گرفت. اولین کار من رئیس دفتر معاون اصلی وزارت خارجه پرویز خونساری بود، بسیار متنفذ بود، در اونجا تمام سفرا و رؤسا مامورین می آمدن، باید از فیلتر من رد می شدن می رفتن می آمدن و این فرصتی بود که من در عین جوانی تماس های بالاتری رو در معرضش قرار بگیرم و یه اشخاص وسیع تری آشنا بشم و همه چیزشون هم می دونستم، برای اینکه اینا قبلا همه پرونده ها رو باید می دیدم، کارا رو روشون می کردم می رفتم. اولین مأموریت من در واشنگتن بود و لطفی هم که وزارت خارجه به من کرد، به من یه بورس طولانی داد در دانشگاه جورج تاون برای خوندن زبان و خب این اون دوره بود. بعد از اون که آمدم تهران، در اونجا دکتر جهانشاهی به علت آشنایی خانوادگی که داره معاون بانک جهانی بود، ما رو دعوت کرد، ما اومدیم تهران
رفتم دفتر هویدا. اونجا به من یه جایی دادن و مشغول کار شدم. حالا در اینجا لول دیدارها اصلا به کلی فرق میکرد. تا مدتی که اون دفتر مشغول بشه نشه منو کردن گزارشگر گزارش‌های سیاسی وزارت امور خارجه برای نخست وزیر. و دیگه این کار همین هم و در این فرصت رفتم فوق لیسانس سیاسیم رو در این زمان بود گرفتم و برای من عادی بود بدون که هیچ چیزی رو بخونم توی کنفرانس های سیاسی رو نقشه میذاشتن و مسائل مختلف و من از جای مختلف ژاپن و کره اینا شروع میکردم میرسیدم به ایران اون بر از آمریکا دوباره میرسیدم بچه‌ها نمی‌دونستن که من هر روز اینا رو دارم می‌خونم میگفتن این عجب حافظه‌ای داره برای اینا رو چه ولی برای من خودم مثل عادی بود دیگه بس که شما روزنامه رو هر روز رو این موضوعات بخونید در این موقع سفیر شد دکتر جهانشاهی در بروکسل از من دعوت کرد گفت من کارم از وزارت شروع کردم من نمیدونم حسابداری چیه تشکیلات چیه نا بیا این نمایندگی ایران نزد اتحادیه اروپایی رو برای من تشکیل بده گفتم با کمال میل و بعد رفتم چهار سال در اونجا بودم در این چهار سال یه معلم سرخونه اقتصاد داشتم اون دکتر عبدالعلی جهانشاهی رئیس بانک مرکزی پیشین ایران بود راهنمایی میکرد میگفت اینجوری میشه سیب با هم صحبت میکردم خیلی خیلی دوستش داشتم و دارم براش احترام قائلم چهار سالی بودش که جنگ 1967 رو پشت سر گذاشته من اونجا میبودم صف میبستن رانندگی ممنوع شده روزهای شنبه و یک شنبه پرنده پر نمیزد تو خیابونها و بعد اینترنشنال انرژی ایجنسی تشکیل شد فقط برای مقابله با اوپک اوپک در اوج قدرت بود ایران نفت میفروخت این بودش که در معرض این بودم به هفته یک گزارش از تحولات اتحادیه اروپا من جمع‌آوری میکردم تنظیم میکردم میفرستادم برای سفرهای ایران در کشورهای اروپایی و به وزارت امور خارجه و اینم باز یه کمکی بود درست یه چیزی بود یک آموزش الزامی بود و دوست داشتم یه سوژه‌ای که توی اتحادیه اروپایی خیلی تعقیب می‌کردن تحت عنوان ریسایکلینگ آف پترو دالرز این برای من اهانت‌آمیز بود می‌گفت اینا نشستن به ما میگن که آقا ما به شما یه دلار دادیم نفتتون رو خریدیم حالا می‌خوایم اون دلاره رو چجوری پس بگیریم ریسیکلاژ بکنیم ریسایکل بکنیم یعنی بازیافت بکنیم بازیافت دلارهای نفتی شما دلار دادید نفت خرید دلار مال ما هر کد دلمون می‌خواد بگه برنامه‌ای بچینیم برای بازیافت دلارهای نفت منم روی این سوژه بیشتر از هر چیزی به اینجا کار کردم روی آژانس بین‌المللی انرژی نمری رفتم استراسبورگ میرفتم به پاریس اونجاها سر و گوش یاب میدادم اون حق داشتیم تو جلسات بریم دیگه با چیز دیپلماتیک خودمون از اتحادیه ولی دیدم که این یکی خیلی بو میده و به خصوص همه نام عزیز کردستان برمی‌خواست چیز کار سیاستمداری است که بعد از دو گل کسی به اون مندت نشناختن هنوز این چه وروجک حالا میگه رسیکلاژ ده پترو دلار اون وقت من رسیکلاژ رو تو اونجا آوردم رسوندمش به جریان گروگانگیری به جنگ ایران عراق و اینکه چگونه این جنگ تمام پولای از منطقه خارج کرد و الان رسیکلاژ دومه یعنی الان بار دیگه هر کدوم از اینا پولها و انباشته های خیلی زیادی دارن و اینها تدارکی دیدن که این پولا بار دیگه برگرده بره مثل کبوتر جلد برگرده به لانه های خودش پولا رو میخوان یه جوری میگن اینا که نمیتونن خرج کنن شاه هم که نشون داد که بلد نبود چه جوری خرج کنه فوری خرج کرد یعنی نمیدونست که این خرج میشه ولی اون بیماری هلندی که میگن به نتیجه هم نمیرسه تورم هم ایجاد عیناً شد تنها کسی که بهش ایراد رسمی گرفت رو در رو شاه گفت مثلا چطور میشه گفت قربان انقلاب میشه
کی گفت؟ الکسی مجلومیان، معاون سازمان برنامه بود و این سوژه برای این رو من اثر کرد بین همه مطالب که بهم خیلی برخورد که پس ما پول گرفتیم، نفتم فروختیم، حالا با اون پول باید شما برش نقشه بکشید، ما خودمون باید نقشه بکشیم و متاسفانه معلوم شد حق با اونا بود، ما خودمون هنوزش هم نمیتونیم نقشه بکشیم. توی این سالهایی که ما وزارت خارجه ما وزیر داشته، تو این وزرا کدومش فکر میکنه از همه صالح تر بودن؟ صالح ترین وزیر امور خارجه ما مرحوم دکتر خلعتبری بود. قبل از انقلاب. بعد از انقلاب خب این آقای ظریف، برای اینکه با سواد، اونای دیگه بی سواد بودن همشون. اگه قائل به این بشیم که این شغل و این کار رو درست کردن برای کسانی که بتونن برای کشور کسب آبرو بکنن، بتونن خطر جنگ رو از بین ببرن، بتونن با یه ابتکارات جدیدی اینها همکاری‌هایی ایجاد بکنن که منافع مملکت تأمین شه، اینا احتیاج به ذهنیت و شناخت و شناخت تاریخی و شناخت‌های گوناگون اون ملل و اینا داره. و من یه بار تعداد از چهره‌هایی رو که از وزارت خارجه برخواستن و تأثیرگذار روی ادبیات ایران روی زبان آوردم، نوشتم یک مقاله مفصلی، زکاالملک فروغی یک دیپلمات بسیار بسیار عالی است. وقتی شما اون این آدم با یه تیمی، اتفاقا همین حسین مسعود انصاری عضو تیمشون بود، علا جز حسین علا عضو تیمشون بود، علا وقتی دفاع میکرد از خواسته های ایران به عنوان عضو دلیگاسیون در قرارداد 1919 که ایران هیچ کاره بود، ایران گفته بود من بی‌طرفم، حالا که رفته جنگ پیروز شده رفته جزء برندگان، میگه منم میخوام بیام و یه چیزی هم بدیم به من از میراث عثمانی. گفتم برو پیکارت. آخر سر تونستن خودشون رو به عنوان بنیانگذاران جامعه ملل بقبولونن. جامعه ملل بنیانگذارانش کشورهای پیروز بودن. یا اینکه دایی جان ناپلئون پزشزاد، این آدم از وجودش استعدادی میتراوید و چقدر حیف شد از ایران رفت. به نظر من اگر تو وزارت خارجه دیپلمات بود، رئیس من بود، بله رئیس من بود و دیپلمات قدیمی وزارت خارجه، یعنی ایشون در حدود 30 سال دیپلمات بود و بعدش هم مدیر کل وزارت خارجه بود که مرخصش کردن و پاکسازی کردن، مدیر کل فرهنگی هم بود.